با ذکاوت و زیرکی و مدیریت خوب آقای مهندس امیر شجره، بقیه اینا همشون آگاهی که ندارن، برنامه ساز خوب که ندارن، اینا همشون جوش دکونن، دکون در میارن. بعد میان آقا فون ریزین میان 50 تا آدم میان، 100 تا آدم میان، 10 دلار 5 دلار میدن، بعد یه پول بزرگی میاد میره تو. حالا همون سیستم توی ایران بچه ها، همین حوزه علمیه ایران، همین آخوندا، همون سیستمه. اینا با پول تازیان زندن سرپان، ولذا همشون نوکر تازیان. به شما تجاوز میکنن، حرفی نمیزنن، میزنن شما رو میکشن. میدونن هر سال توی 41 سال چقدر ایرانی کشته میشه؟ 3 4 5 بارش اعلام کردم، 500 600 400 بقیه چی نگفتم. هر سال میدونید یکی دو سال اعلام کردم چقدر زن ایرانی میره اونجا میمونه دیگه بر نمیگرده. برید تحقیق کنید چقدر عذر میخوام ها، بیخود کردید رفتید، غلط کردید رفتید. آقا هنر پیشه های خوشگل و بر رودار رو بردن عربستان سعودی که این آمدن حج اینا رو برای کاره دیگه. شوخی نمی کنم، به جان شما شوخی نمی کنم. من میگی نه برو حج بهت ثابت بشه. آخ تو همچون خود حج میدونی. زمان محمد رضا شاه که داشتن اینا کتاب سقوط 57 نوشته بودن که اقتدار ایران که پنجمین قدرت جهان بود و افتخار میکردیم. من به تلویزیون جهانی روسیه گفتم، به تلویزیون خود عربی گفتم، گفتم ما افتخار میکردیم که ژاندارم خلیج فارس بودیم، قدرت داشتیم، قدرتمند بودم. ما تو محله منم خوشحال بودیم که پهلوان محله باشیم، کسی به ناموس و بچه محله ما کسی چپ نگاه نکنه، بچه های نوغون و توپل محله. ما بچگی جوری بودیم تو محله ما. اون موقع رسم بود دخترها رو چادر از سرشون میکشیدن چه میکردن، تو خیابون میگرفتن چه میکردن. ما افتخار میکردیم که قدرت داریم. بچه های محله ما یزدان گواهی، یزدان گواهی. یه روز دختر اومد از مدرسه، 9 سالش بود، دیدیم قشنگ خوشگل بود، هر روز صبح میرفت ما برش دست میزدیم، لباس قشنگ بود چید بدون چادر بدون رو سری میرفت ورزش. شمسی بود اسمش. یه روز دیدم شمسی آمد داره میره دو خونه، چون همینجور چشش پر اشک. حالا ما اون موقع 10-11 سالمون بود، گفتیم شمسی چی شده؟ هیچی نگفت. ما تا در خونش رفت هیچی جواب نداد. رفت تو خونه‌ش و مادرش در رو وا کرد. اینا ما رفتیم تو، گفتم که چی شده شمسی نازش پرس چی شده؟ ولی محله بالای شمسی می اومده خوشگل بوده، چون موقع نوبون تو پل محله خب همه چادر روسری داشتن، اکثریت نداشتن، ولی کسی به خوشگلی شمسی 9 ساله نبود، اذیتش کرده بودن یه محله بالاتر. ما افتخار میکنم اینو به شما میگم بچه ها، غیرت، غیرت بابا. با تریاک و ایروین همه چیز ما رو گرفتن. من با افتخار اینو بهتون میگم. اومدم دو سه تا بچه ها پشت سر من بودن، همه بچه های خردو کوچیکن. بودم بچه های بالایی شمسی ما رو پر کردم به چه محل ما رو ببین حمله. آقا رفتیم حمله ای کردیم، زدیم عمو یارو که از دو سه تا بودن اذیتش کرده بودن، دختر انگوش به فلان زدیمشون. از قضا بذار اسما رو بگم الان دیگه، شب 40 سال گذشته، 50 سال بود. یک کسی بود اکبر، توپولی هم بود، اکبر فرنجی، قرض الحسنه داره الان تو مشهد. این باباش خدا رحمتش کنه، بابای خیلی خوبی داشت، آثار عتیقه قدیمی رو میفروخی، آثار عتیقه قدیمی تو خونه شون بود. این از جمله چیزه بود که با این تبرزی نامده بود. آقا از جمله بود یه بود دیدیم خون رو زمین، آیا خون با در رفتیم دیگه. آقا برگشت دیم نبودیم چی بود جنم؟ اکبر گفت ما با همین تبر زدم به اونجا یه یارو. آقا این غیرت بود، حالا میاد میگه خشونت بود دیگه. من کسی جرأت داشت به بچه به حال ما چپ نگاه کنه؟ به خود ما من کسی جرأت داشت چپ نگاه کنه؟ حتی ما رو گرفتن بردن پلیس، همه اونو. سروانه اومد وایستاد مثل این مسعود سپند بود، سروانه چون سپند هم میدونه سروان بوده تعریف که میکنیم.
سروان اومد همه رو پرسید بعد 5 نفر نگه داشت، برای همه رو بره خونه هاتون. و شما شاکی هم رفتین زدین فلان اینا، چرا زدین؟ من صحبت هم توضیح دادم اینا. بعد در اتاقش بود، گفت در رو من میرم در بستیم، گفت بشینه نانا ما شستیم رو زندگی. گفتیم دیگه اخربان رو میرم بچه 11-12 ساله اینا کار من خواهد بکنه. گفت چایی که میخونین، چایی بیار برش. چایی آوردن و روبرو یه قنادی بود، یه قنادی چارای شتابات کرانتری میدم چند بود، چارای شتابات. گفت برو از اونجا تا 20 نونخامه‌ای بگی بیا پولم بهش نده، بگو برای بچه هاست. رفت و اومد گفت قربان من پول دادم ولی نگرفت. گفت میلیون هستم نمیگیره دیگه، تو خودت خراب کردی، بده بچه ها بخورن. آقا ما دیدیم چایی نون خامه‌ای، گفتیم بعدا میخواد یه شلاق ملاقی ما رو بزنه. وقتی خوردیم سروان اومد گفت بچه ها چه کار خوبی کرد، ولی دیگه نکنین، دیگه یه کار نکن، کارتون خیلی قشنگ بود، از دختر محلتون دفاع کردیم، اونم 9 ساله، دیگه کار نمی کنین. اتفاق افتاد، میان به من جناب سروان حبیبی بود مثل این کسمش حبیبی، گفت این به من میگین رئیس کلانتری هم پاسبان میارم پدرشون رو در میارم، دیگه این کار نکنین ها، ولی اینی که کردین خیلی عالی است، خیلی خوب کردین، آفرین به شما و ما همه دست داد گفت بنخونم. ما اینجوری باید باشین، بگیرن برن هر چه بهتون تجاوز کنن. الان تو هر جای این مناطق میرفتیم، مسعود دهنمکی رفت فیلم ساخته که فساد فحشا تو دبی و ترکیه، دختر اینا به فحشا برن، غیرت کو. بچه‌ای که رفتن تو جنگ اون مملکت رو حفظ کردن، معلول جنگی شدن، الان اکثرشون نون شب ندارن بخونن، خرج تحصیل بچه‌هاشون رو ندارن، یک مش دز، یک مش بیوطن، یک مش دشمن ما و مزدور اعراب. ما با اعراب مشکلی نداریم، من بهترین رفیقام تو این 40 سال تو خارج از کشور تو دنیا اعراب هستن، من با عرب مشکلی ندارم، با تفکر حاکم بر ایران، با تفکر عربی حاکم بر ایران مشکل دارم، با این نفاق و دروغ مشکل دارم. آقا از علی خامنه بگیر تا روحانی تا لاریجانیا، اینا همه نوکر عربستانن. برای لاریجانیا رفتن تو لندن ویلا خریدن، من نمیگم اینو، مشاورای خود رهبرشون اینا داره میگه، من نمیگم، خودشون دارن. یا آقای رائفی پور دروغ میگه، میان خرابش هم میکنن، آقا داره میگه برای اینا رفتن تازیان در لندن ویلا خریدن، میان به رائفی پور فحش میدن. چرا؟ چون الان اپوزیسیونم فقط مدافع روحانی و باندشه و اونایی که تو همین قدرت هستن و علکی اووری وریار میزنن. آقا مردس رو داریم میگه، 3 نفر دیگه گفتن، 3-4 نفر میگن آقا برای این خون. خب خود این هم که در بودن که این هم میلیارد ها دلار دزدی کردن، حساب وا کردن به نام خودشون، حساب های قوه قضاییه. آقا بعد میان یاروی که تو ایران اینا رو افشا میکنه، میان لگد مال میکنن، نابودش میکنن، با پوشو خوابدن بدتر. آقا حرف داره میزنه، برید یه شکایت کن یا پیگیری کن، این درست میگه نادرست داره میگه، همه تو نوکرید اونجا. بعدم این اینقدر دقیق و حساب شده و امنیتی است که نمیفهمم، احمقا نمیفهمم. زمان محمد رضا شاه، آقای ثابتی، پرویز ثابتی، درود دارم بهش، پرویز جان ثابتی تو کتابش نوشته، از معاونین ساواک نوشته، یهو حسین ارشاد ساخته شد مهدیه تو جنوب و چند میلیون دلار خرج ساخت اینا شده بود، نفهمیدیم پولش از کجا آمد. ثابتی جان، به قول بزرگانی که گفتن ای کاش سیاوش عوستو تو 50 سال پیش می بودیم، ما تاریخ 2500 می گفتیم 7000 سال، مثلا سرعیه به من می گفت ای کاش آین عوستو رو من و محمد رضا شاه خونده بودیم. گفتم چطور؟ گفت که آخه دیگه شاه که یک دختر داشت. گفتم آره. گفت خب همه رو ولیعت اعلام میکرد، عشقی که من داشتم که الان هنوز تو دلمه دارم میمیرم از عشق، و عشقی که محمد رضا شاه به من داشت. حتی بعدش خب شهبانو داشت بردن، اون یه چیز دیگه از خود شهبانو هم به فرای به سرعی ارادت داره. گفت که آره دیگه اگر میخون میفهمید که آقا در آیین اوستا زن میشه شاه بشه در چارچوب، خب دخترش شاه رو میکرد عشق ما میمون.
من صدای شهبانو هم همینجا براتون پخش کردم که خود شهبانو هم احترام بزرگی برای فرانسیس سرایا قائل بوده است. اینها قبل اون ماجراست. این همه درس، همه درس باید بگیر. و بعد شهبانو من خودم اینجا پخش کردم تو همین گزارش اخیر عرض کنم خدمتتون آریامهر هستشون اونجا میگه که من فلان روز اگه میرفتم سرایا رو میدیدم چقدر خوب میشد، دوستش داشتم، عشقش بوده. حالا میخوام بگم عزیزان من، این ارزش و اعتباری که ایران تو داشته تو همیشه باش باید مفتخر باشی. اما تازه اومدن این نابود کردن ما رو. پرویز ثابتی میگه ما نفهمیدیم حسین ارشاد با چه پولی کجا ساخته شد. قربونت برم، از بودجه حج، از بودجه حج، من در کتاب فریب بزرگ دکتر علی شریعتی، فریب بزرگ افسانه پرداز و افسونگر شیرین سخن، این کتاب منی که بخونید، اینم روی اینترنت هست، میتونید رایگان مفخوری میکنید ها، دیگه کتابم نمیخرید، یه دوزار جیب جدی ما بیاد کراوات بریم بخرید واقعا. اونجا اسنادی رو گذاشتم، عربستان سعودی شروع میکنه به حسینی ارشاد رو پولش ساختن و مهدیه کافی رو از راه حج بهشون پول میده. یعنی کافی که مهدیه رو ساخت، یکی از کار دیگه‌ش بود که آدم میبرد به حج، گروهش آدم میبرد به حج. وقتی 70% پول حج مال خود عربستان سعودی بوده، مثلا اگه سالی اون الان که 2 میلیارد دلار درآمدشه از ایران فقط، اون موقع آره اگه 2 میلیارد دلار یکم کمتر زیادتر بود، اگه 10-20% میداد به یارو و به اون یارو، او خدایی میکرد دیگه. برای همون که یهو دیدی، من اون موقع اینا رو شاهد بودم، رفتم دیدم، مهدیه رو میشناختم، حسین ارشاد رو میشناختم، دیدم اینا رو. برای همون که هر روزی کافی دکونی رو میخرید میداد سر این مهدیه گندش میکرد، آدمای بیشتر میرفتن اونجا خر میشدن، از این در میرفتن، از اون متعصب اسلامی میادن بیرون، علی محمد رضا شما رو تظاهرات میکردن، ایلات کوتو بودن بابرنا. تو حسین ارشاد یارو مهندس بود، دکتر بود دیگه، کلاس بالا، استاد دانشگاه بود، اینا میومدن اونجا، یا همین خانم زهرا رهنورد، خانم زهرا رهنورد گیسواشو همینجور افشان میکرد و میومد اونجا. بعد یهو بعد این مدت انقلاب شد، چادر روچه دکلته میپوشید. همین خود زن علی شریعتی روان شاد از جهان رفت، پوران خانم، خود خانم دکتر شریعتی دکلته میپوشید تو خیابونای پاریس، عکساشو دیدی دارن برید درونید، بی حجاب بود. یا همه شدن معصبی، بالای شهر پایین شهر، پروژه انگلستان با پول عربستان سعودی از کانال حج، از کانال حج، یارو حاجیه که میبرد حج به پولی درصد این داد، هیچ کس هم نمیفهمید، میگن حاجی ها دادن، کمک کردن، همونجور که مراجع تقلید رو دادن، اینجوری دادن و ما رو گول زدن. بعدم آدم زود خر میشه. شما ببینید این همه اطلاعات و معلومات توی سالها گفته شده، یهو این دفعه اگه ترامپ نبود، اگه تبلیغات ترامپ نبود، این مسائلی که به وجود ما در صدر جهانی، بازم انتخابات گول می‌خوردیم. اگه آبان ماه نمی‌زدن 1500 تا، میگن اینا 7000 نفر نمی‌زدن، 7000 نفر رو بکشن، باز انتخاباتشون پر می‌شد. امسال دم شما ملت ایران کرد، درود باشه، دیدین خدا اومد کمکتون کرد. حالا من به شما قول میدم، سیاوش عویسام چون که از قبلتون گفته، قول میده که به زودی ایران آزاد میشه. علی خامنه‌ای که مرده، قبلا هم بهتون گفتم، بارها بهتون گفتم که این یه کلونیست ساختن. الان هم شما برین تحقیق کنین، در اخبار، رأس اخبار جهان هست که آمریکا آقا آدم ساخته، آقا روسیه ساخته. ایر من 40 سال پیش میدونستم، 30 سال پیش میدونستم، ژاک شیراک رئیس جمهور شد میدونستم. ژاک شیراک اومد گفت کلون سازی یعنی انسان سازی، شبیه من، شبیه اون ممنوع، وگرنه الان شبیه من یک لشکر میتونن بسازن. علی خامنه‌ای شبیهش ساختن دیگه، الان عکساش و مکساش و همه ای ور ور میذارن، میبینین کیو علی خامنه‌ای که سابق میدیدین نیست، یک هنرپیشه است، شبونه. از همه مهمتر و زیباتر چیه؟ خوب گوش کنید اینه که میخوام بهتون بگم، همین سخنرانی اخیر علی خامنه‌ای خیلی جالب بود. اولا که دکورش رو عوض کرده بود، آره خوبه، مثل ما میامد شبینه میذاشت پشتش، کتاب که تو کتابخانه شیک نشسته، تو بگیم موبل نشسته. این با سال 2020 هم رو شروع کرده و صحبت میکنه. اینجا من دو تا نکته رو به شما اول یادآوری کنم.
اول اینکه تو میگن شاسی اینجاست که میخواد فشار بده، او شاسی مال کنترل تلوی کامرا نیست، او شاسی مال اینه که چون تکسی که داره میخونه ارو داره میخونه، این رو جلوش مثل کسی که اخبار میگن، خیلی هر از شما نمیدونیم اینا که اخبار میگن، یا خیلی از وقتا که میبینید یارو توی روبروش همچنان که لنز دوربین هست یک اکران هم میاد میره که در اون اکران تکس نوشته شده و این فقط تکس میخونه. یعنی که بابا تازه کار هنوز اول کارشه، اولین کاریه که کار داره میکنه بعد 80 سال. اون شاسی رو اونجا گذاشتن که اگر رد کرد تک کلید بزنه استوب بشه، تکس خوب که خون تیک دوباره بزنه او را بیفته. این مالی بود، نمیدونستی چیزای دیگه گفته بودن. حالا این راست که اون کامرامن و کارگردان های بسیار خوب و ورزیده که کامرا رو دارن مدیریت میکنن، اون با اوناست که کامرا رو یه جوری تنظیم کنن که چیزایی که دیده نباید بشه دیده نشه پایینی جلو. اون کامرامنه با این که خیلی هم حرفیه بوده و هست، چون دشمن علی خامنه ای، دشمن اسلامی ناست، ولی تو خونه شو داره کامرا میکنه. حالا این بچه حالا یک نفر بود یا دو نفر، ولی خب یه نفر بوده که این رو کلید نباید مینداخت، باید همون چی که حالا میبینید این بالا هست. ببینید این فیلم رو ببینید. من برنامه امروز رو فقط ترتیب دادم برای همین که این تشکر رو بکنم در حضور آقای دکتر برندی، رئیس محترم فرهنگستان علوم پزشکی. میبینید اینجا همونجور که بالا از اینجا نشون میده نباید پایین کلید تو دستش نشون میده. خب نشون میده. حالا این خامنه‌ای نیست، این همون بدل است، این همونی که روسا براش ساختن و تو دست اوناست، برای همینی که هر کی میره پیشش. اصلا یه بار که آمد خودش گفت یارو وزیر اومده به من میگه آقا وزیر برو خودت به رئیس جمهورت بگو، یعنی من خطم نمیخوره، چمه میدونن من اینجا ماریونت هستن، یعنی ماریونت واقعیه. بعد نکته جالب اینه که این آرگومان، یعنی سخن گفتن این یارو کلون خامنه‌ای، ربات خامنه‌ای، با اون یارو خیلی فهم گره. مثلا یه بار سخنانش بهتون نشون دادم برای زلزله زده، یادتون باشه اونجا لحن صحبتش فهم گرد. تو همینجا میدیدید میگه نه دوباره گوش کنید، میگه این برنامه رو من برای این درست کرده بودم. آقا برنامه ما درست میکنید که شما تا حالا توی 50 سال صحبت علی خامنه‌ای برید بگردید ببینید جایی میگه برنامه یا سخنرانی خودشو، منبر خودشو، حرفایی که داره میزنه رو، دیدارهای خودشو، تا حالا چطور میگه برنامه؟ برنامه ما که تو تلویزیون میگیم برنامه، علی خامنه‌ای که نمیگه برنامه. خب یعنی خامنه‌ای نیست، این خامنه‌ای نیست، خرج. من برنامه امروز رو فقط ترتیب دادم برای همین که من برنامه امروز رو فقط ترتیب دادم برای همین که مدل شده خامنه نیست. حالا موارد دیگه که از ما رو به پیروزی هستیم، پیروزی نزدیک است، باید از فرصت ها استفاده کنیم. تا حالا که دیدین نمیشد استعمار نمیذاش، یعنی یا تونلی دنیا رو یک کسایی میگردن که شما رو نمیبینید، همونی که میان خامنه‌ای رو بتم میذارن اونجا، شمدون هم بذارن، هویج هم بذارن، حرف میزن. مثل آقا مسعود رجایی تفلی کشته شده، سالا پیش ما هم نوشتیم اصلا، آقا یکی میاد روش هم بزر مسعود رجایی مجاهدین بیرم بذاریم بگم بهتون، اینا میرن کنار خیمون بسات میذارن امضا جمع میکنن. یک شخصیتی بلندپایی فرانسوی به من میگفت که من رفت داشتم از ماشین اومدم پایین برم اصلا توی فلان وزارتخونه، یا دیدم جلو منو گرفتم یا میدونم زاد خوله و اگره بود یکی داری، گفتن آقا ببخشید برای امضا کنید برای مجاهدین، گفتن شما مجاهدین هستین ایرانی هستین، یه قلم گرفتم که برایشون امضا کنه، گفتن دیوید رو میشناسین، دیوید عباسی رو؟ بله بله بله. خب نه اون بدلش هم من میشناسم، من با چلویرم یه بدل داره دکتر حسن عباسی رو نمیگم، دیوید شانزیجی. گفت نه من همون جمعه چونم میگه تا این کار کردم، گفتم تو شما کی هستی؟ گفت ما که لااقل 40 سال اینجا 34 سال میشناسیم، از زیر و زبرش هم خبر داریم، مرد اسلامی، همه چیزی شما اونجا خبر داریم، تو هم بس حساب بانکیش گرفته تا فلان رو خبر داریم، ما که دیگه دیوید عباسی اگه نشستیم، ولی شما کی هستین؟ مجاهدی خواه همونه که میگه تروریستین، شما اونایی شما که تروریستی با جمعه شما این کار میکنی؟ جمع کنیم بسار کنیم جمع کنیم. میگه اینا نه جمع نکردن. میگه رفتم بعد دو دقیقه پلیس را آمد و با افسادم اینجوری بگاه کردم، گفتم که شما ها رو تمام دنیا تروریست میدونه و ما ها خیلی بهتر میدونیم که در ترورهای
خود ایرانی تو خارج از کشور شما دست داشتید به حساب جمهوری اسلامی گذاشتید، چون سیاه نمایی بخواستید بکنید. زمان ژاک شیراک، شیراک رو سگ کردید شما، مگه نبودید سگ چشیدید شیراکو؟ من از مسئولان دوران ژاک شیراک هستم. چه کنیم بسات؟ میگم که همیشه میکرد من انداختم میشون رفتم بیرون. حالا بگذارم، خیلی جالب اطلاعات قشنگی به اینا خود اینا دادیم. حالا اینا نمیدونن که آقا اینا که نمیگن که شما ببینید آقای صالح رجوی دکتر، آقای دکتر صالح رجوی رزیپوس از آقای فریدون رجوی داداش، آقا بنده شما رو نجات دادم که نکشنتون تو مجلس برنامه گذاشتیم تو فلان. صالح رجوی هم اومد، فریدون هم اومد، آقای مهدی ابریشم چی که خبر داره؟ مهدی جان به اینا بگو دو بسات مسات میذارم زرت و پرت اضافه نکنم. مهدی، آقای مهدی ابریشم چی فرمانده کل کنونی مردم تو فرانسوی یا دنیا که الان میدونه چی میشه. الان شما یه کوچیکترین چیزی میکنی کنترلی، همه چیز شما تحت کنترله. شما خودتون جاسوس گذاشتیم در خیابان پاریس که من خونه داشتم، بغل خونه من چند سال جاسوس و آپارتمان گرفته بودن. من اون موقعی که جوری نمی استرام سم میکردن جاسوسی میکردن، پلیس فرانسه من دینا رو گرفته دفتر چون بیرون تلا پاد چه منتش بخواه. حالا ما این میخوام بگم که نباید گولی سیاه بازی های جمهوری اسلامی رو و او روی سکه مجاهدین خلق بخوریم. آقا هر وقت ما اومدیم یه کاری بکنه ملت ایران میگم یا تحولی به وجود بیاره این مجاهدین خلق زدن کار خراب کردن. و یادتونم نره تظاهرات آبان بارها پیش اومده، بارها. اصلا الان ماه اسفند هستیم، در 29 اسفند یک سال بعد انقلاب بود، بنیصر داشت سخنرانی میکرد، ریختن مجلس که به هم بزنن، رئیس جمهور بود گفت آقا این دونا رو بگیرید، حزب الله یار فلان آمده اینا رو گرفتن. گفت به چه خوب شد دیگه حزب الله یار گرفتن، چون اینا دیگه کارتون. ولی فردا بنیصر مجبور شد اینو دره. هفت تیر تو مشهد. حالا قبل مشهد بود، هفت تیر تا ما شدیم به 150 تا از اینا رفته برای رئیس دیوان عالی کشور بهشتی. اوه همینا مردن، همه ملت ایران خوشحال. هفت تیر ما تو مشهد تظاهرات رو انداختیم. حتی شهردار مشهد آقای حسینی مهر کجای دیادش بخیر اومد آیت الله قمی اعلامیه داد، مبل بربندی، مبل دقت، تمام شهر بس شاد بودن از کشته شدن اینا، شاد بودن که حزب جمهوری اسلامی رفته هوا. تظاهرات رو انداختیم تا میدان شهدا، ما اومدیم میدان مجسمه، میدان شاه. ولی یه حزب الله با موتور ریختن رو مغازه نوشتن مرگ بر ضد فلایت فقیر، مرگ بر فلان، اینا تحصیل دکونا با کردن. مردم شجاع، ولی این هرمزاده ها بودن. همون سال 60 رئیس جمهور و نخست وزیرشون رفت رو هوا، رجایی و اینها رفت رو هوا، هرمزاده ها تونستن بمونن. بعد از اون هر 10 سال یه بار مردم ریختن تو خیابون. چرا پیروز نشدیم؟ چون دشمن همه جا هست، به نام اپوزیسیون هم هست. اگر یک اپوزیسیون واقعی می داشتیم، یکی از اتفاقات مهم قدرت رو می گرفت در دست خودش. ولی چون قدرت اپوزیسیون هم او روی سکه خود نظام جمهوری اسلامی است و سعید امامی یادتونه زدن کشتنش، گفتن این قطرهای زنجیر رو کرده. شاید ما را کشتن چون برنامه ریزی شده بود، چون شعار داشت میداد ایران برای همه ایرانی ها. ایران برای همه ایرانی هست. خیلی ها برگشتن ایران، مجید شریف، قفار حسینی و و و آقا تو ایران زدن اینا رو کشتن. خب اینا همه توطئه های استعمار و پولای تازیان و استعمار انگلیس هست که همیشه سیاه نمایی، همیشه قتل و کشتار، همیشه خون و خونریزی که تو نتونه رژیم بندازی، نتونه بری ایران رژیم رو بندازی. اینا رو بهش اندیشه کنید دوستان و یاران مهربان. موارد بسیار مهم و حساسه. تو افتخار جهانی هم که به دست میاری، یا کسی میاد مثل شیرین عبادی، آقا جایزه نوبل شیراک اینجا نقش مهمی داشت، اصلا جمهوری اسلامی رفت نداشت. من در جریان بودم، خانم شیرین عبادی داشت میرفت تهران، تو فرودگاه بود، برادرم فرستادم بهش بگو آقا جایزه نوبل بردی نرو. میگن جمهوری اسلامی لا بیوازیم تو لا بیوازیم ما با فوش میدم شیرین عبادی. آقا وقتی توش فوش بهش میدی بدبختم دیگه میفته او بر دیگه، اصلا میفته او بر. میرن زندان زیر فشار و سرکوب نظام هستن، اینها چه میکنن؟ اینها بعد ناامید میشن، اینا ناامید میشن، میگن آقا
ما که اینقدر مبارزه کردیم، ما رو میگن مامور جمهوری اسلامی هستیم، پس میریم ما با این پول از عربستان میگیریم، میریم پول از قطر کویت میگیریم. و به من شاهد دارم یارو میبینم، میگم بهش گفتم به فلان تلویزیون مصاحبه کنه باهاش، میبینم آقا از مصاحبه بالاتر رفته، تو داره چیزایی بهش حج داره بهش میریزه، بهش میگم فلانی، میگه برو بابا تو هم سیاوش عوستا قهرمان سازی کنید، به زودی ایران آزاد میشه و ایران که آزاد بشه همه تون میدونم دست در دست هم جز به شادی نخواهید کوشید. اینجوری بکنیم این زرتشتی هندی هایی میبینیم میکنن چینی اینا، این از قبل بهداشت رو ایرانی رعایت میکرده و به جایی که دست بدید حالا ندید. اینجوری کنیم سپاس بابوسه عمر. بیش از 1,000,000 صفحه آثار سیاوش اوستا را به زبانهای مختلف با یک کلیک ببینید و بخوانید و بشنوید. ده‌ها کتاب روشنگر و تاریخی، صدها مقاله و نوشته و گزارش در نشریات نیمروز، فردوسی امروز، عصر امروز و صبح ایران، صدها مقاله با شخصیت‌های ایرانی و جهان، هزاران عکس در جایگاه‌ها و با شخصیت‌های جهانی، هزاران برنامه رادیویی، تلویزیونی به زبان‌های پارسی، فرانسوی و تازی، ده‌ها شماره از نشریات ارشاد، هما، شهر فرنگ، کیهان جهانی، رپورتاژ‌های تلویزیون‌های جهانی از تلاش‌های سیاوش اوستا، برنامه‌های اهدای نشان‌های افتخار از آکادمی‌های فرانسوی به سیاوش اوستا، صدها فستیوال‌های هنری جهانی میهنی در مجلل‌ترین سالن‌های جهان، نمونه‌هایی از سخنرانی‌ها و بزرگداشت‌ها و انجام آیین عروسی به سبک آریایی،